دشمنی با ایران، هدف براندازان و قصد فروپاشی ایران را دارند. صحبت‌های مسیح علی نژاد، آنجایی که از فروپاشی ایران میگوید. چیز جدیدی نیست، ما همیشه اینو گفتیم. خب، همچنین در مورد صحبت‌های کینگ فخرآور که کشتن بسیجی قتل نیست و صحبت‌های سردار سلامی در موردی که سرنوشت سلمان رشدی رو به یاد داشته باشید، افزایش سرمایه‌گذاری در ایران در زمان دولت 13ام، خبرهای خوب از کریدورها، سرمایه‌گذاری مشترک ایران و روسیه در زمینه کریدورها و همچنین مولوی عبدالحمید، اگر گوسفندی سر می‌برید رونشو بفرستید واسه ما، پول بده من، پول بده من، و خبرهای این چنینی. حالا بریم تو کارش دوستان عزیز. سلام ایرانیان، سلام همزبانان در کشمیر، هندوستان، پاکستان، هموطنان در باکو، تالش، نخجوان، تاجیکستانیای عزیز، افغانستانیای گرامی، فارسی زبانان در سمرقند، بخارا، فرخانه، شیعیان کویت، لبنان، بحرین، جنوب عراق، شیخ زگزاگی و یارانش و سرتاسر جان، اونایی که صدای ما رو میشنون. دوستان عزیز، مولوی عبدالحمید، ابتدا صحبت مولوی عبدالحمید بکنیم، صحبتهای جالبی میکنه که خدا وکیل اگر هر آخوند شیعه اینو میگفت، اینو پیرن عثمان میکردن. خب این مولوی ابتداعا چی میگه دوستان عزیز؟ یعنی دقیقا شده کاهن معبد آمون. ناکس میگه رون سر گوسفند میبرید رونشو بفرستید واسه ما، گوشتی خوبه که طلاب یعنی بخوانید ما ازش خورده باشیم، یه گوشت خوردن داره ولی اگر ما نخوریم خوردن نداره. خاک تو سرت زیبا کلام، این رفیق زیبا کلامه. خب حالا ببینیم این خلحمید چی میگه. رسما رد داده دوستان عزیز، واسه این که ابتداعا خاطر شما رو همت باری شاد کنیم که این کاهن ببینیم چی میگه. صحبت ها رو با ایشون آغاز میکنم دوستان عزیز. خب اینو گوش بدید آقای عبدالملک، ببینم چی میگه. برای حوزه که بیش از 1000 طلبه اینجا شبانه روزی تغذیه میشن و غذایشون اینجا است، با توجه به مشکلات و قط مشکلات گوشت دارن امسال و درخواست کردن از بنده که از شما درخواست بکنن که روز عید هر یک عزیز، یک هر قربانی که اینجا کشته میشه یک رانش را به حوزه بپرستید و انشاءالله این بتوانه خدمت برای تو بهترین هم بعد گوشت شما، گوشت قربانی همونی که طلاب بخورن، هر گوسفنده یا شطور یا گاوه که ذبح کردید یک رانش را به حوزه بپرستید و این یک توصیه اینه فراموش نکنید و اینه به دیگران برسونید. توصیه دیگر اینه که مسجد خیلی بدهکاره و بدهکاریاش هم سنگین، امروز عید هر نفری 100,000 تومان بیاره با خودش، اگر 100,000 اول، اگر خیلی آب فقیره و تنگ دسته و نداره 50,000 تومان بیاره و این انشاءالله روز عید با بهترین صدقه شما و بهترین خیرات شما آنه که خانه خدا ساخته بشه. صحبت های کانه معبد آمون دوستان عزیز، که 100 تومن بدید اگر فقیرید، 50 تومن بدید تا که پولای محمد منجل میرسه زیر سری، تو دیگه چه احتیاجی داری که مردم بیچاره و فقیر سیستان بلوچستان سرکیسه بکنی واسه گزمه ها، تره تخمه ها که برن اونجا جنایت بکنن، فسق و فجور بکنن و یا آدم بفرستید یا تربیت کنید واسه داعش و این جک جونورها. اینم دوستان عزیز از مسجد ضرار خلحمید، خدا وکیلی اگر این یه آخوند شیعه میگفت. اینو ببینید، این شبکه های وهابی کلمه و نمیدونم توحید و اینا چه پیرن عثمانی میکردن. گفتم شبکه توحید یاد ملازاده افتادم دوستان عزیز. ملازاده این فامیل خلحمیده و میگه که آقا این یک فرعنته، این یک فرعونبازیه. عالم باید متواضع‌ترین فرد باشه. ما در خانه مولانا عبدالعزیز بزرگ شدیم، یک بار ما ندیدیم که
که اینجوری بگه بیاید پای منو بشورید. چطور ایشون خودشو مولا عبدالعزیز نسبت میده؟ دروغ اینا. من میدونم کسی در داخلشون نمیتونه تذکر بده. به نام دین، به نام مذهب، به نام تصوف، به نام کوفت و زهرمار مردم پاشور خودت میکنی؟ ایشون یه باند داره در مدرسه. باند بزن در رو کنه. اونایی که زدن، ازش خوردن، مدرسه بیرونشون کردن، وا وا بیرون اومدن نشستن تعریفشون میکنن. ایشون اگه اندکی تواضعی داشت، اندکی خودشو نباخته بود، مردم مثل مولوی عبدالعزیز بعد از این کارا نه میکرد. عرض کردم مولانا ایشون ادعا میکنه که راه مولوی عبدالعزیزه. بنده برادرشم، یک بار ایشون تو درس مولوی عبدالعزیز ندیدم. اگه بگم یک بار بیشتر ندیدم، 6 سال بنده در درس مولوی عبدالعزیز بودم، ایشون یک بار بیشتر ندیدم. یا بگو دو بار مثلا. زمین تا آسمان تفاوته، همه در علمیت، همه در شخصیت، همه در جرأت، همه در تقوا، همه در دور اندیشی. مولانا عبدالعزیز مینالید که این آقا فکرش کار نمیکنه. لیکن خب چیکار کنه؟ کی رو میذاشت؟ فکر کنم دوستان کافی باشه. ملازاده گفتن که مولوی، مرحوم مولوی عبدالعزیز مینالید که عبدالحمید فکرش کار نمیکند، اما چاره ای نداشت. در شرایط آن زمان زاهدان غیر از او جانشین غیر از او کسی را جانشین خود اعلام کند. دقیقا هم مثل سلاطینه، پاشو میذاره ادهی پاشو بشورن. یعنی یه ولایتی، یه خلیفه واسه خودش درست کرده، یه امارتی درست کرده، امارت اسلامی. فعلا هم دارن باش مدارا میکنن، وگرنه داریم اینقدر پارادوکسی، اینقدر به قول معروف، به قول ما میگن تش بایی کین سوزنی، او بایی کین بری. حالا آتیش باشه کی رو میسوزونه، آب باشه کی رو میبره. حکایت این خلحمیده. ولی خب هرچی این حرف بزنه، قرآن خوندنشو که دیدی مثل ملخ، این عبدالملخ میپرید این وروور و یه قرآن دیگه داشت واسه خودش. و اینم از احکام شرعیش و فقیش که گوسفند میبرید رانشو بفرستید واسه ما، 100 تومن بفرستید واسه مسجد مکی، اگر نداشتید فقیر بودید 50 تومن. خواهی تو سرت زیبا کلام. خالد کپوت تاج زاده، این طوله لیبرالیسمه، این لیبرال ها و اصلاح طلبانه، اونا بادش کردن این زیر مشت رو. حالا بگذاریم اینو، واسه انبساط خاطر شما برنامه رو با این شروع کردیم، حالا بریم تو برنامه های دیگه. دوستان عزیز، ما همیشه گفتیم هدف این براندازان اینو از مرحله ضدیت با جمهوری اسلامی عبور کردن و به مرحله ضدیت به ایران رسیدن. اینو ما همیشه گفتیم، این از هرومین الشمس. چطور؟ نشون به اون نشون، یا هیچ خط کشی یا مرزبندی با تجزیه طلبان نداره. حامد اسماعیلیون همین دیروز پریروز، عبدالله معتدی تجزیه طلب، آدم کش، ایرانی کش و حتی کرد کش و اینا فراخوندن و به قول معروف در کنارشونه. هیچ مرزبندی با اونا ندارن. یعنی تظاهرات هم برگزار میکنن، اصلا پرچم ایران دیده نمیشه، اینقدر که پرچم تجزیه طلبان هست. دشمنی با ملت ایران، خواستار جنگ و تحریم های کمرشکن. دل پولی نژاد گفت من رسما میخوام ایران درگیر جنگ بشه، نه آمریکا و قدرت های دیگه به ایران حمله کنه به بهانه دموکراسی. شما بخونید به بهانه فروپاشی ایران، نابودی ایران. صحبتاشو میذارم، این اشتباه لوپی نیست دوستان، اینا هدفشونه. اینا دقیقاً پول گرفتن، فاند گرفتن که چی؟ که ایران به نابودی بکشونن. ایران در مسیر اقتدار، اینه ما همیشه گفتیم. ایران در یک قدمی پور کردن چشم فتنه است، در یک قدمی اقتدار قرار داره دوستان عزیز. و غرب و ابزار رسانه و این دلها و مزدورانش میخوان وقفه ایجاد کنن. البته سگ کی باشن، ولی خب با این حال تمام تلاششون دارن میکنن و کلی هم پول خرج میکنن در این رابطه. و ادهی به اسم این که ما میخوایم برقصیم، میخوان ایران از مسیر امپراتوری و اقتدار منحرف بکنن که عورت بنداز بشن. به قول معروف عورت ها رو بندازن بیرون یا خودشون لخ بکنن. ولی این شیر به حرکت اومده و اینا سگ کی باشن. یکی از دلایلی که دوستان عزیز من از این اپوزیسیون دربداغون خارج شدم، همه رو میشناسم، همه خدا وکیل وقتی میگم همه، خالی بندی نیست، از چپش بگیر تا راستش. من فهمیدم، دیدم به عینه که اینا چه جک و جونورن. هدفشون همش پول، شهرت، خوشرخصی، هیچ پرنسیب نداره. گفتم اینا از مرحله ضدیت با از جمهوری اسلامی عبور کردن به مرحله ضدیت با ایران رسیدن. شما
رفتارشناسی توفالای خلق نگاه کنید. آقا صدام به ایران حمله کرد. هدفش چیه؟ در وهله اول گرفتن خوزستان. پس بازم ایران مطرحه. بعد گرفتن کل ایران. چطور ممکنه تو به اسم مخالفت سیاسی با جمهوری اسلامی بری به صدام پناه ببری و کمکش بکنی، ایرانیانو بکشی؟ اون قاسملو گور به گور شده حزب دموکرات هم مشاور صدام بود. اینا همه به صدامی که دشمن وجودی ایران بوده. این در زمان جنگ. بعد از جنگ هم اینا همه شدن نوکر و جاسوس و خائنین به ایران، در افشای سایت‌های هسته‌ای، مشارکت در ترور دانشمندان هسته‌ای، بمب‌گذاری‌ها، کشتن ایرانیان، مشارکت در تحریم‌های بیشتر و حتی جنگ. مبلغ تحریم بیشتر و جنگ بودن اینا دیگه. خب این یعنی چه ربطی به جمهوری اسلامی داره؟ مگر هر جنگ تحریم کی داره الان تاوانش میده جز ملت ایران؟ جنگ هم بشه بازم ایران از هم میپاشه، ایران نابود میکنن. پس جمهوری اسلامی روبناست دوستان عزیز. هدف چیه؟ هدف نابودی ایرانه. صحبت های دل پولی نژاد و دوستان عزیز همین دیروز بوده که ایشون رسما از نابودی و فروپاشی ایران حرف میزنه. مشکلشون با ایرانه، بفهمیم اینو، نه با جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی بهانه است برای کینه‌جویی و عداوتشون. همین دله مگر زمانی که گرین کارت میخواست بگیره مگر سوگند وفاداری با آمریکا رو نخورده که حتی اگر روزیست آمریکا با سرزمین مادریش به تخاصم برسن باید طرف آمریکا رو بگیره. امروز هم سر جایی که قسم خورده ایستاده دیگه. اون ایرانی نیست با اینکه فارسی حرف میزنه. اون از هر دشمنی دشمنتر، از هر جراری جرارتره دوستان عزیز. خب این چند ثانیه رو گوش بدیم دوستان عزیز. بچه راستش من ایران رو دوست ندارم، چون اصلا خاطرات خوبی از ایران ندارم. ایران بر من اصلا قشنگ نبود. ما یکی نشیم اگر ما متحد نشیم، اگر ما دست رو دست هم ندیم و فریاد نزنیم که برای سرنگونی ایران با هر عقیده‌ای با هر نظری در یک درد. آیا شما در دشمنی اینا با ایران شک دارید؟ دیگه باید چه کار بکنن؟ اون سعودی اینترنشنال که رسما بوخچی استخبارات سعودیه و داره خط استخبارات سعودی رو پیش میبره، واسه همین ایجاد گسلهای قومی مذهبی، تریبون دادن به هر بی شرف و بی وجود ضد ایرانی، چه خائن تجزیه طلبش باشه، چه خائن به اصطلاح سیاسیش، و هر جک جونوری رو میارن تا بتونن اینا رو فعال بکنن. اینم از دل پولی نجات فاند بگیره وزارت خارجه آمریکا، کنگره و جای دیگه. رسما ایشون به عنوان یک سیاستمدار، هیچ موزه، شما هیچ اختلافی بین صحبت‌های این دل با پومپئو میفهمید؟ نئوکان‌های آمریکا میبینید؟ با جان بولتون مثلا اینا اختلافی دارن؟ پس اینا از موزه یک آمریکایی دارن، نئوکان آمریکایی، نه حتی نه دموکرات آمریکایی. بابا راب مالی صحبتی کرد میخواستن شکمشو پاره کنن که آقا این اعتراضات به جایی نمیرسه. اینا نئوکانن دوستان عزیز. اینا به عنوان نئوکان آمریکایی دارن در مورد ایران صحبت می‌کنن، یعنی آدمخورای آمریکایی، یعنی کسانی که تو آمریکا به عنوان جنگ طلب، تندرو، آدمخوار ازشون یاد میشه. و اینا دشمنیشون با ایران قدرتمنده، ایرانی که در یک خدمه اقتدار امپراتوری قرار داره. ما قرن تحقیر رو پشت سر گذاشتیم، ما دوران ذلت رو پشت سر گذاشتیم، ما دورانی که از ایرانی حق توحش میگرفتن، کاپیتالاسیون میذاشتن، هر وقت عشقشون بود سرشون رو میذاشتن پایین، دو ساعته تهران بودن، ما اون دوران رو پشت سر گذاشتیم. دوران قحطی‌های اجنبی ساخته، دوران نفر اول مملکت رو با تیپا بردن، دورانی که ناموس ایرانی، جان ایرانی در امن و امان نبود، ما از این دوران سخت عبور کردیم. ققنوس از خاکستر خودش بلند شده، داره سروری آقایی میکنه. ما برای اولین بار مزه استقلال رو چشیدیم. ضعف داریم، مشکل داریم، منکرم نیستیم، ولی درد بی درمان نداریم. بالاخره
وقتی یک دولت سازی، دولت مدرن، دولت مستقل مدرن شکل میگیره، این جدیده، این هنوز خامه، زمان میبره تا این چکشکاری بشه به بالندگی خودش برسه. واسه ایجاد دولت شهر، دولت‌های مدرن، دوستان شما ببینید سابقه دولت سازی در انگلستان چقدره، در آمریکا چقدره، در فرانسه چقدره. ما کلش 40 سال دولت مدرن داریم، قبلش همش پادشاهی یک نفره بوده و بقیه زمان قاجار هم هیچ نداشتیم. و امروز ایران عزیز ما به مرحله ناتوانندگی دشمنان رسیده، یعنی از بازدارندگی عبور کرده. تنها ابزار غرب هم همین رسانه است و مشتی اسکل خائن مزدور فارسی زبان که داره ازشون استفاده میکنه. البته اینا هم دیگه دستشون واسه مردم رو شده. دوستان عزیز، کینگ فخرآور، کینگ فخرآور توییت زده، میگه کشتن بسیجی قتل نیست، پس چیه؟ لابد مبارزه مشروعه. خب بسیجی کیه؟ روح الله عجمیان از فقیرترین قشر ایران بود، زیر مشکلو، ولی غیرت ملی مذهبیش از شما بیشرفا خیلی بیشتر بود. بر اساس جیبش، ملیتش، نمیدونم حس مذهبیش و وطن پرستیش بالا پایین نمی کرد. اگر جیبش پرپول باشه یه چیز بگه، کمی خالی شد یه چیز دیگه. لیبرال ها اصلاح طلبان همینطورن. الان جیغ بنفششون در اومده. چرا؟ چون در زمان دولت رئیسی یه مقداری از سود مافیاهاشون کم شده، باندهای تبهکار اقتصادیشون کم شده سودش. ولی امثال شهید عجمیان، الله وردی، اینا بر اساس غیرت دینیشون، تعصب ملیشون رفتار میکنن و اینقدر سلیم و نفسن، اینقدر شرف دارن که بر اساس منافع خودشون صحبت نکنن. واسه همین مورد حب و بغضن بسیجی. تا چشاتون در بیاد زیر مشکلو. کینگ، تو یک کینگ بی سرزمینی تو یه پادشاه بی سرزمین، همینطوری که شزده کوزپت یه پادشاه بی سرزمین. و چون مردای اینجا هستن، یه مردن، وقتی حرف میزنن پایش میستن، مردایی که به دنبال شهادتن، زیر مشکلو، زیر سریا. خب البته کینگ فخرآور بعد مجبور شد اینو حذف بکنه، ولی خب بالاخره این از مکنونات قلبیش نشأت گرفته. همین برنامه قبلی بود گذاشتم که پارتیزان های کنگره ملی ایرانیان بریزید امام جمعه رو بکشید، بریزید نمیدونم کیا رو بکشید. یاد یک داستانی افتادم، یه جوکی افتادم، گفت یه جوون خوشبره روی افتاد تو زندان، بعد تو یه سلول خطرناک سبیل کلفته و خلافکارا و آدمای ناجور، گفت چه کار کنم من اینجا، دووم بیارم اینا پدر و مادر بیارن؟ اومد خالی بست، کی رو کشتم؟ فلانی رو کشتم، اونو کشتم. یکی اومد اینجاشو گرفت گفت عزیزم تو منو نم کشتیه. حالا حکایت پارتیزان های کینگ فخرآور دوستان از اون جنسه، اونا منو هم کشتن. این هم از این. خب دوستان عزیز، نشریه گلوبال فایر پاور در ردبندی ارتشا در سال 2023 میگه که ترکیه، مصر، ایران سه قدرت برتر نظامی معرفی شده. در این ردبندی ارتش اسرائیل در رتبه چهارم و ارتش عربستان در رتبه پنجم و پس از آن عراق، امارات، سوریه، قطر و یمن قرار گرفتند. البته بدون احتساب نیروهای سپاه، چون میگن این در لیست تروریستیه و ما قبول به قول معروف نمیشه اینو تو لیست قرار بدیم. فقط ارتش کلاسیکه، در صورتی که قدرت ایران بیشتر 90% توی جنگ نامتقارن یعنی سپاه قرار داره. از موشک‌ها بگیر تا پهپادها، قایق‌های تندرو و چیزهای دیگه. اینه که اگر بخوایم نیروهای رزمی سپاه بسیج هم حساب کنیم، ایران در جهان جز 5 کشور قدرتمند
علاوه بر ارتشای جهان قرار میگیره و بعد از آمریکا، روسیه، چین، قطعا ایران در رتبه حداقل چهارم یا پنجم قرار میگیره. اینا سپاه رو تو این رده بندی حساب نمیکنن دوستان عزیز، با بهانه های مسخره. گفتم که قدرت اصلی ایران در جنگ نامتقارنش قرار داره. بگذاریم دوستان عزیز. آقا یه آماری هم اعلام شده در مورد طبق جدیدترین داده ها، آمار میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران اعلام شد. آمار سال 1400 توسط سازمان سرمایه گذاری وزارت اقتصاد به این شکل دوستان عزیز که بالاترین آمار نرخ سرمایه گذاری بعد از اینکه ایران به پیمان شانگهای پیوست، میبینیم که نمودار چطور رفته بالا و نسبت به سال قبلش حسن گمال و همینطور قبلتر از اون سال 1399 و میبینیم که رشد داشته سرمایه گذاری خارجی در ایران. در این سال قراره که ایران بعد اینکه ایران قرارداد 20 ساله با چین و بعد 400 میلیارد دلاری قراره به زودی هم اینو هندی‌ها خیلی مصرن، چون آینده اقتصادیشون در بخش زیادی در گروه این پیمانه که بتونه این کریدور شمال جنوب با روسیه رو هر چه زودتر شکل بده و یک قرارداد 25 ساله به ایران پیشنهاد کرده با 450 میلیارد دلار، 50 میلیارد دلار از قرارداد چینی‌ها هم بالاتر. یعنی الان سبقت دارن میگیرن که با ایران توافق کنن قرارداد ببندن. دوستان عزیز، ما تقریبا وارد عصر خلأ هژمونی شدیم، یعنی جایی که هژمون اول به قول معروف قدرتش ترک برداشته، دیگه اون اقتدار اولیه رو نداره. جنگ اوکراین به شدت به هژمون لطمه زده و تو مرحله ای هستیم که فعلا تو مرحله خلأ هژمونی قرار داریم و قدرت های دیگه سعی میکنن که با توافقات دو جانبه و چند جانبه بیشترین بهره‌وری اقتصادی رو ببرن. همین تا این شرایط دوستان تا دو سال قبل، چهار سال قبل اصلا غیر قابل تصور بود، ولی امروز میبینیم که کشورها دیگه اعتنایی به حرف آمریکا نمیکنن. قبلا آمریکا چیزی میگفت بقیه مجبور بودن تمکین کنن، اما دیگه کسی گوشش به این حرفا بدهکار نیست و مبتنی بر منافعشون کشورها دارن با هم توافق میکنن، قرارداد میبندن. دوستان عزیز، از طرف دیگه میدونیم که سر همین جریان کریدور شمال جنوب که بین ایران، روسیه و هندوستان، خب ما بخش اینو داریم که بخشی از مسیر کریدور ریلی ایران تکمیل نشده، مثل مسیر رش به آستارا که البته مقداری الان سرعت گرفته، ولی روسا هم درخواست داده بودن که سرمایه گذاری کنن چون خیلی واسه شون مهمه. یا مسیر ریلی خاش به چابهار، الان اعلام شده که دولت‌های روسیه و ایران بالغ بر 25 میلیارد دلار برای اجرای کریدور حمل و نقل شمال جنوب سرمایه گذاری میکنه که قراره از این کریدور سالانه 20 میلیون تن کالا عبور کنه و مسیر ترانزیت بین روسیه و هندوستان و البته خیلی کشورهای دیگه میتونن به اینم بپیوندن، مثل آسیای میانه، چین که اولین کشتی کانتینربرش رو تو چابهار پهلو گرفت، میتونن وارد این کریدور بشن و کلی به صرفه اقتصادیه و بیشترین ضرر هم ترکیه و آره ترکیه خواهند کرد، چون دیگه و مصر چون کانال سوئز و داردانل و تنگه بسفور و اینا دیگه کلم یکون میشه، یعنی دیگه کمتر مورد استفاده قرار میگیره و دیگه مسیر شمال جنوب بین آسیای میانه، روسیه، اروپای شرقی در آینده میتونه از مسیر ایران صورت بگیره، بسیار نزدیکتر، امتر، اقتصادیتر و خیلی هم جذابتر. دوستان عزیز، حالا اعلام شده که بهره‌برداری از مسیر جدید به طور قابل توجهی باعث میشه که شرکت‌ها رغبت کنن، کشورها رغبت کنن تا از مسیر ایران، کریدور ایران استفاده کنن. الان هم وزارت راه و شهرسازی هم خیلی داره تأجیل میکنه در ساخت این کریدورهایی که هنوز ناقصن، عرض کردم مثل رش به آستارا و یکی دو جای دیگه که امیدوارم هرچه سریعتر روسا خیلی
عجله دارن و دارن عرض کردم حالا میخوان یه سرمایه گذاری 25 میلیارد دلاری بکنن که اینا سریعتر انجام بشه. دوستان عزیز، سردار سلامی هم صحبت کرده و گفته دشمنان ایران خوب از سرنوشت سلمان رشدی عبرت بگیرن که به قول ما دیرگیر شیرگیرن. دوستان عزیز، یعنی ممکنه یه فتوایی که صادر میشه 30 سال 40 سال، ولی بالاخره این آخرش محقق میشه. بالاخره یکی هست که بیاد این فتوا رو انجام بده و این قدرت فتوا رو میرسونه. و سردار سلامی میگه که مواظب باش، داریم سی تو میک کاسکلی، واسه اونایی که در ترور رستم ایرانشهر پیاخو طایفه سردار دلها نقش داشتن، قابل توجه اونا که میایم براتون یکی یکی. و حالا شما پمپو و ترامپ و نمیدونم برایان هوک و بادیگارد میذاری، بالاخره هستن دلاورانی تو همون سرزمین که بیان واسه تون. و این دیر و زود داره اما سوخت سوز نداره دوستان عزیز. خب بعد از این که حمید فرخ نجات گفت که این اپوزیسیون بابا اینا همه اسکلن، اینا همه میزن تو سر هم دیگه، اینا هیچ پخی نیستن، دیدم پرستو صالحی هم صحبت کرده گفته بابا اینا که همش میزنن تو سر هم دیگه، شما هنوز زوده اینا رو بشناسید، زیر مشکلونه، ما اینا رو قبلا شناختیم، اینا مثل ما به قول مثل خروس کلاشیر میمونن، هی میپرن به هم دیگه، این خروس هم دیگه رو نک میزنن. از اینا بعد دوستان اینو به جد میگم 90%شون هم با اطلاعات ایران همکاری میکنن ها، یعنی مبادا از قافله جا بمونن، همشون با اطلاعات ایران همکاری میکنن. و حالا یه چند سالی ببینیم از این دله چی میگه. هر از تو ساله ای سالها خب من مرض این پرداختن به سیاست رو از 18 سال پیش تا حالا داشتم به صورت علنی، حالا اینکه اکثر گرایشاتی از این پایین تر داشتم بماند، ولی خب 18 سال خیلی جدی دارم در واقع حرف میزنم، اعتراض میکنم یا هر چیزی. تو این سالهایی که رصد کردم اپوزیسیون های خارج، آدم هایی که بیرون از ایران صحبت میکردن، شنیدم، گوش دادم و مخصوصا تو این 3 ماه اخیر به یک نکته خیلی جدی رسیدم، اون که مشکل بزرگی که وجود داره بین اپوزیسیون ها و سیاسیون خارج از کشور اینه که همدیگر رو قبول ندارن، به هیچ وجه همدیگر رو قبول ندارن و حتی گزینه‌ای رو هم ندارن که به ما معرفی بکنن. خب بگن که ما فلانی و فلانی رو فلانی رو قبول نداریم، ولی ما در این 44 سالی که اونجا پشت میزها نشستیم و صحبت کردیم، این اشخاص قابل اعتمادن و شما میتونید به این آدم ها اعتماد بکنید و حالا شورا یا در واقع هر چیزی رو تشکیل بدین. حتی گزینه‌ای هم ندارن برای اینکه بخوان به ما معرفی. خب این از این تازه سم ماجرا هنوز مونده دوستان عزیز. هنر رضا کوزپت هم در رمست. این یکی از نوادهای فتلیشا قاجاره، اینم دایه دار حکومته، یعنی یه تخت شد به چیز کی بود سریال بازی تاج و تخته، البته اون موقع یه تاجی و یه تختی بود، الان اینا رو هوا دارن با هم می جنگن. خب اینم دوستان بعد شازده کوزپت، بعد مریم سرهر که رئیس جمهور شده، بعد کینگ فقرآور یه اونم جانشین دایه دار پادشاهی و دل پولی نژاد، اونم خودش رهبر و رئیس جمهور آینده میبینه و کسای دیگه، خیلی این لیست طولانیه. حالا این شخص هم دوستان عزیز که میبینید این از نوادگان فتلیشا قاجار، اون هنه درمو، اونی که 18 شهر قفقاز و همینطور بخشید رفت، اونی که با سوگلی و چیزای دیگه سوگلیاش مشغول بود و مملکت یه طرف بود، در صورت این نوادشه، صحبتاشو بشنویم دوستان عزیز. با سلام و درود، من بابک مرزا قاجار هستم. بهار فصل نو شدن، فصل شکوفه زدن و زایش دوباره طبیعت را گرامی داشته و عید نوروز را به همه ملتهای که این عید کهن را تحت هر نام و هر رسومی که جشن میگیرند تبریک میگویم. نوروز مبارک. خدا وکیلی وقتی آبا سلسله قبری شازده کوزپت که نه عقل درست حسابی داره نه به درد این کار میخوره و خودش هم میدونه خیلی شوته، خب چه اشکال داره
سلسله ما قبل آخر هم آقا دایه دار باشن دیگه، اینا هم بخوان، اینا هم میخوان. خلاص آقا جنگ واسه تاج هنوز خر نخریده و اثار بسته، هنوز چیزی به دست نیومده، درگیری ها شروع شده. حالا پرستو سالی میخواد اینا رو آشتی بده. تازه جنگ شروع شده، وای بال این که روزی تفنگ هم گیرشون بیاد، اون موقع میفهمی چی میشه. حمام خون را میفته. بالاخره قاجارها هم اومدن، البته دایدار زیاد داشتن. این جدید هم گفته آقا من از فتحعلی شاه، یکیشون از ناصرالدین شاه هم دایدار بود، یکیشون از احمد شاه قاجار. بالاخره میخوان دیگه، هی که قدرت و ثروت و آدم رو به تمام میدازه. ولی خب اونایی که به دنبال متحد کردن براندازان و اینا آب در هاون میکوبن. اینم شاه جدید قاجار مو هم اومد. کوزفت بزن کنار، این اولویت با اینه. تو 42 سال از قدرت محروم بودی، اینا خیلی وقته، اینا 100 سال از قدرت، باز حق به اینا نزدیکتره به نظر من. و اینم از این دوستان، از این باغ وحش اپوزیسیون در بداغون. اما شهر فرشتگان لس آنجلس، یه زمان این به قول معروف این اسم این شهر رو به ما میفروختن و ما هم چه حسرتی میخوریم. لس آنجلس شهر فرشتگان، شهر ایرانیان موفق. هر کسی تو این شهره یا دکتره یا موفقه، تو آمریکا پاد برسه مثل اینکه از آسمون فرت افتادی پایین، میان خدمتت هی دولا سلا میشن. ما لنگ تو بودیم، ما منتظرت بودیم که بیای، کشور ما لنگ تو بوده و حالا که اومدی ما دیگه باید خدمت بد بکنیم، نوکریت بکنیم. به بهشت ما خوش آمدی، فقط تو رو کم داشتیم زیر مشکلو. حالا ببینیم در مورد شهر فرشتگان چه شکلی هست. خیلی خوشگله، خیلی خاک تو سرت زیبا کلام، کت خدا پرست. چقدر قشنگه اصلا، دقیقا این شهر ملاکتی ها تا فرشتگان. به شهر ملاکت ها خوش آمدید. حمید فرخ نژاد، این شهر پسر تو زیر مشکل و الان اینجایی تو. معتادیا، بکشا، گنگ های آدم کش، خیلی فرشتن اینا، اینا مرد از مال. در هر صورت دوستان عزیز میبینیم اینم از شهر فرشتگانش و اینم از وضعیت امنیتش. قربونتون برم دوستان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه، میرسیم به جمله آخر. خدا وکیلی خودتون میبینید که ایران ما شتابان به سمت فر و اقتدار، دشمنان ما هر روز زارتر، ذلیلتر، بدبختر. پادشاه قرار از قاجاری هم واسه مون بیاد. دوستان عزیز یه مورد کم داریم، احتمالاً از زندیه و افشاریه و از صفوی هم داریم. و ایران مثل بولدوزر داره موانع از سر را بر میداره. ای هلو بزن کنار زیر دست پاله نشی، شهرتون بیاد گردنمون. سپاس از مهرتان، پیروز باشید.